در زمان انقلاب سفید یعنی سالهای 41 و 42 قرار بود محمد رضا شاه رفراندومی با عنوان اصول انقلاب شاه و ملت برگزار کنه. دانشجویان حقوق دانشگاه تهران اطلاعیه‌ای صادر کردن و به لحاظ قانونی این رفراندوم رو زیر سوال بردن. تو این اطلاعیه که اسمش در رأس اون بود اظهار شده بود که شاه طبق قانون اساسی حق طرح چنین اصولی رو به نام خودش نداره. بعد از اینکه اطلاعیه به دست شاه رسیده بود عصبانی شده بود و دکتر سید حسن امامی رو احضار کرد. دکتر امامی تو دانشگاه حقوق استاد بود و دکتر کاتوزیان از شاگردان سابقش به حساب می اومد. شاه به دکتر امامی گفته بود چند تا جوان کم سن و سال چی میگن که تو اطلاعیهشون برای من تعیین تکلیف کردن. دکتر امامی هم گفته بود قربان تقصیر ماست که این حرفا رو بهشون یاد دادیم. اینا مطالبیه که تو علم حقوق وجود داره و این افرادم فکر میکنن قانونو باید اجرا کرد. بعدش از جایگاه والای دکتر کاتوزیان و شخصیت علمی اون برای شاه خیلی تعریف و تجلیل کرده بود. شاه بعد از شنیدن صحبتای دکتر امامی خواسته بود که ملاقاتی با کاتوزیان داشته باشه و دکتر امامی هم به جناب کاتوزیان پیشنهاد میده که در ملاقات با شاه شاید بشه بهش تأثیر گذاشت. اما کاتوزیان این ملاقات رو نپذیرفت و به دیدار شاه نرفت، چرا که معتقد بود این ملاقات اثری روی شاه نمیذاره. دکتر ناصر کاتوزیان پدر علم حقوق در ایران و از افراد مؤثر در نگارش پیشنویس قانون اساسی کشور بعد از انقلاب اسلامی بود.